در حالی که اروپا اعلام کرده است حد اکثر تلاش خود را برای اجرایی شدن این سکس خواهد کرد و موگرینی کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا وعده داد که شش کشور دیگر هم به این سکس خواهند پیوست و اولین تراکنش در این سکس در حال انجام است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه رسما اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم گذشته است ظریف اظهار داشت این اقدام بر اساس برنامه ریزی زمان بندی شده و از پیش اعلام شده انجام شده است در همین حال سخنگوی آژانس بین انرژی اتمی هم گفته است ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده گذشته است ظریف تاکید کرده است این اقدام جمهوری اسلامی در راستای حقوق ایران در برجام انجام شده است و با توجه به بی اثر بودن اقدامات کشورهای اروپایی ایران گام به گام و طبق برنامه ریزی به برنامه از پیشتر راهی شده خود عمل خواهد کرد. در همین حال ظریف اعلام کرده است جمهوری اسلامی در مراحل بعدی درباره ذخایر آب سنگین و نیز ذخایر اورانیوم غنی شده طبق برنامه عمل خواهد کرد و قدم به قدم از تعهدات برجامی عقب نشینی خواهد کرد وی تاکید کرد اقدامات اروپایی ها تا کنون کافی نبوده است وزیر امور خارجه ایران در این حال تاکید کرده است به محض اینکه اروپایی ها اقدامات لازم برای اجرای تعهدات خود را انجام دهند اقدامات ایران قابل بازگشت است وی با اشاره به اینکه اقدام های انجام شده کافی نیست تاکید کرد مردم ایران باید نتایج ملموس این اقدامها را ببینند وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه تاکید کرد اروپایی ها در سال گذشته تعهد کرده بودند که فروش نفت ایران، حمل و نقل و بازگشت دارایی ها و عواید فروش نفت ایران را تضمین کنند اما هیچ کدام از این کارها را انجام ندادند. در همین حال جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با ابراز نگرانی از عبور ایران از سقف ذخایر غنی شده اورانیوم با بیان این موضوع که بریتانیا به برجام پای بنده است تاکید کرده است که تلاش خواهد کرد تا از همه ابزار دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه استفاده کند وی در همین حال از ایران نیز خواسته است که به تعهدات خود بازگردد کازم قریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام ایران در افزایش ذخایر اورانیوم را کاملا طبق برجام خواند و گفت اکنون نوبت اروپاست تا اگر به سرنوشت توافق علاقه است اقدامات عملی جدی برای حفظ آن انجام دهد. وی با ابراز تعصف از خروج یکجانبه آمریکا از برجام با بیان اینکه ایران تا کنون به تعهداتش به طور کامل پایبند بوده است خاطر نشان کرد اگر اروپا به سرنوشت برجام علاقمند است اقدامات عملی جدی برای حفظ آن انجام دهد سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیست با هشدار به اروپایی ها ابراز امیدواری کرده است اروپا در ده روز باقی مانده از ضرب العجل شست روزه ایران اقدام عملی و ملموسی برای اجرای این سکس انجام دهند وی هشدار داده است در غیر این صورت ایران شانزدهم تیر ماه گام دوم را برخواهد داشت شرایط در خصوص اجرای تعهدات اروپا درباره برجام پیچیده شده است. از طرف اروپا تمایل دارد که بر اساس خواست ایران مبادلات تجاری و بانکی ایران را تسهیل کند تا ایران بتواند از مزایای برجام استفاده کند و پول فروش نفت در اختیار ایران قرار بگیرد. اما از طرف اروپا به علت تنبیه های شدید آمریکا علیه کشورها و شرکت هایی که با ایران مبادلات تجاری و بانکی انجام میدهند نمیتواند خود را در معرض تحریم های سنگین ایالات متحده قرار دهد میزان مبادلات تجاری اروپا با آمریکا بسیار گسترده تر از آن است که اروپا بتواند ریسک تحریم های بانکی و تجاری آمریکا را به جان بخرد در عین حال سالها انزوای تجاری ایران در سطح جهانی و سهم کوچک ایران از اقتصاد جهانی موجب شده است تا انجام مبادلات تجاری و بانکی با ایران ارزش ریسک بالایی را نداشته باشد So no to به گزارش CNN دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اقدام ایران در افزایش سقف اورانیوم غنی شده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت پیامی برای ایران ندارم آنها میدانند که دارند چه کار می کنند آنها میدانند که دارند با چه چیزی بازی می کنند فکر می کنم آنها دارند با آتش بازی می کنند وی در ادامه افزود خواستار رسیدن به توافق دیگری با ایران است که در راستای منافع آمریکا باشد سخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیه ای در واکنش به این اقدام ایران گفت که دادن اجازه قنیسازی اورانیوم به ایران زیل توافق هستهی برجام از ابتدا اشتباه بوده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است حکومت ایران امروز ذخایر اورانیوم خودش را افزایش داد دادن اجازه قنیسازی به ایران در هر سطحی زیل توافق هسته ای اشتباه بود حتی قبل از وجود توافق هم تردید اندکی وجود داشت که ایران مفاد آن را نقض می کرد در ادامه ی این بیانیه آمده است ما باید استاندارد دیرینه منع اشاعه را که خواستار قنیسازی صفر برای ایران است احیا کنیم ایالات متحده و متحدان این کشور هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ای را نخواهند داد. کاخ سفید تصریح کرده سیاست موسوم به فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت در این بیانیه آمده است سیاست کارزار فشار حداکثری تا زمانی که رهبران ایران مسیر خودشان را تغییر دهند ادامه خواهد یافت رژیم بایستی بلند پروازی های هسته‌ای و رفتارهای مخرب خود را کنار بگذارد اکثر کارشناسان آمریکایی معتقدند سیاست خروج آمریکا از برجام فاقد تنظیم مراحل خروج و فاقد توانایی برای حل مسئله بوده و در نتیجه می تواند منجر به درگیری نظامی و یا منجر به یک بحران فزاینده در منطقه شود. به گزارش رویترز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در واکنش به تصمیم ایران در خصوص افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود در سخنانی اعلام کرد که نگران این موضوع است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت که چنین اقداماتی به حفظ توافق ای و برخوردار شدن مردم ایران از عواعد این توافق کمک نخواهد کرد. به افزود لازم است تمام مسائل پیرامون توافق ای با استفاده از مکانیزم های برجام مورد بررسی قرار گیرند. ایران در بیانیه هشدارا میز خود به کشورهای باقیمانده در برجام دو ماه فرصت داده بود تا به تعهداتشان به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی عمل کنند. و چنانچه در این مهلت کشورهای مربوط قادر نباشند مطالبات ایران را تامین کنند در مرحله بعدی تهران رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنیسازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی راکتور آب سنگین عراق را نیز متوقف خواهد کرد با این حال پیش از این اتحادیه ای اروپا در واکنش به مهلت 60 روزه ایران برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی اعلام کرده بود که هیچ ضرب الاجلی را از سوی تهران نمیپذیرد. در شرایطی که منطقه از نظر منازعه نظامی در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد و شرایط اقتصادی کشور روز به روز نگران کننده تر می شود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بین کوتاه نخواهد آمد گفته است مردم ایران همراه مردم دنیا آنها را مجبور خواهند کرد که جز با زبان احترام با ملت ایران سخن نگویند و هیچگاه یک ایرانی را تهدید نکنند. ظریف فشارهای آمریکا بر ایران را نشانه شکست های مستمر آمریکا در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی در برابر ایران دانست و اظهار داشت آمریکایی ها متوجه شدند که توافق برجام جمهوری اسلامی را در سطح منطقه قدرتمند کرده و قدرت و نفوذ ایران را در منطقه افزایش داده و آمریکایی ها را در صحنه بین تضعیف کرده است. این اظهارات ظریف همان چیزی است که مقام های آمریکایی درباره توافق برجام عنوان می کنند و بارها گفتند درامت های ایران از طریق برجام موجب شده است تا ایران نفوذ منطقه خود را گسترش دهد. وی استفاده ای آمریکا از هربه اقتصادی را ناموفق بودن این کشور در استفاده از هربه شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد و با بیان این موضوع که آمریکایی ها در عراق، سوریه، لبنان و یمن شکست خوردند گفت مشکلاتی که آمریکایی ها در کوتاه مدت سعی کردند برای ایران ایجاد کنند در بلند مدت برای خودشان مشکل ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران استفاده دیگر کشورها از ارز جایگزین به جای دلار را یکی از دلایل شکست سیاست های آمریکا عنوان کرد و حسب دلار از 35 درصد از معاملات ایران و ترکیه و همچنین بخشهایی از معاملات امارات و هند را دلیل کاهش نقش دلار در معاملات بین المللی دانست. وی افزود ایران مجبور است در کوتاه مدت با تکیه بر تولید داخلی با فشار اقتصادی آمریکا مقابله کند ظریف همچنین از فعالان معدنی و صنعتی خواست با فعالیت پاسخی مقتدرانه به بدخواهان آمریکایی بدهند بسیاری از تحلیلگران میگویند برجام برخلاف آنچه که ایرانی ها عنوان می کنند یک معامله برد برد برای آمریکا نبوده است. به علت مقاومت خامنه ای برای ورود بازرگانان آمریکایی به بازار ایران و مقاومت ایران در مقابل حضور تجاری آمریکا در ایران در عمل تنها کسانی که از برجام سود بردند ایران و کشورهای اروپایی بودند و آمریکا نه تنها سودی از برجام نبرد بلکه مجبور شد. بخش مهمی از مطالبات پیش بینی شده در برجام را به ایران بپردازد کارشناسان معتقدند اگر منافع آمریکا در برجام نیز دیده میشد و سید علی خامنه ای با ورود شرکت های آمریکایی و به ویژه شرکت های خودروسازی آمریکایی به ایران مخالفت نمی کرد احتمالاً برجام می تواند سرنوشتی متفاوت تر از شرایط فعلی پیدا کند ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه اولویت اول کشور معیشت مردم، رونق تولید، مقاومت و ایستادگی و سیانت از ارزش پول ملی است، از مسئولین خواست به جای پرداختن به حاشیه ها به مشکلات مردم بپردازند. او خاطر نشان کرد طرح برخی مسائل در سطح افکار عمومی نه تنها مشکلی را رفت نمی کند بلکه موجب نگرانی بیجهت مردم می شود. وی در ادامه اظهار داشت برنامه تحول در قوه قضایی در دستور کار قرار دارد و ابراز امیدواری کرد نتایج تحول در قوه قضایی بگونه ای باشد که هم مردم و هم مسئولان و هم اجزای دستگاه قضایی این تحولات را لمس کنند و از نتایج آن بهرهمند شوند رئیسی با بیان این موضوع که فساد درون قوه قضایی به هیچ وجه قابل تحمل نیست گفت برای مقابله با فساد درون قوه قضایی کمیته فعال خواهد شد رئیسی با اشاره به اینکه اولین مدعی فساد خود قضات و مسئولان قضایی هستند تاکید کرد مردم بدانند و مطمئن باشند که در برخورد با فساد در داخل قوه قضایی هیچ رحمی وجود نخواهد داشت رئیس قوه غذایی همچنین با تاکید بر ضرورت رفع مشکل اطاله دادرسی ابراز امیدواری کرد این مشکل به زودی و به شکل کارشناسی مرتفع شود گفتنی است که شخص رئیسی و پدر همسرش علم الهدا خود از فاسدترین مسئولان نظامند و رئیسی در فاصله کوتاه پس از تصدی ریاست آستان قدس رضوی میلیاردها تومان اموال آستان را از راه اجاره و واگذاری رهن به جیب زد و به گفته یک حقوقدان مشهدی رئیسی در دو معامله با ترکمنستان 6 میلیون دلار به جیب زده است رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش از معاونت حقوقی خواست تا زمینه دفاع از آزادی های مشروع به شکلی قاعده مند و مشخص به مرحله اجرا درآید. رئیس قوه قضاییه از آغاز به عهده گرفتن مسئولیت قوه قضاییه سعی کرده نشان دهد که میخواهد با ایجاد تغییرات بنیادی در نهاد قوه قضاییه امکان بهبود روندهای دادرسی را در قوه قضاییه فراهم سازد. فساد در قوه غذایی از جمله مواردی است که روندهای دادرسی را با مشکلات بنیادی مواجه کرده است و تقریبا همه افرادی که برای شکایت یا رسیدگی به مشکلات غذایی خود به دادگاه مراجعه می کنند امیدی ندارند که بدون پرداخت رشوه یا استفاده از ابزار غیرقانونی بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند فساد قضات و همچنین وکلا به موضوعی عادی در دستگاه قضایی ایران تبدیل شده است و در بسیاری از موارد این بحث مطرح می شود که حکم قاضی یا دادگاه را می توان با نفوذ وکیل در قاضی چه از طریق مادی و چه روش های دیگر تغییر داد. رئیسی چون قصد دارد برای رهبری خود را در لیست کاندیداهای اصلی قرار دهد، قصد بازسازی چهره خود را دارد، ولی معلوم نیست با توجه به ساختار فاسد کنونی و گذشته خونینش تا چه حد میتواند به مدعاهایش جامعه عمل بپوشاند. حجت الاسلام مازنی نماینده تهران در ای در ارتباط با طرح گفتگوی ملی و همچنین از رایزنی انتخاباتی اصلاح طلبان با مسئولان بیت رهبری و نهادینه کردن فرهنگ گفتگوی ملی سخن گفت و مورد تحلیل قرار داد وی بر این باور است که این نشست ها و گفتگوها در جهت همدلی و انسجام قرار نیست که به سرعت نتیجه بدهد و حتی خروجی فوری و ضروری و عالی داشته باشد او میگوید طرح گفتگوی ملی با ما را به صورت پروسه تعریف کرده است نه پروشعی. به همین جهت قدری به صبوری نیاز دارد مازنی افسود طرح گفتگوی ملی از چندین سال پیش از طریق و برخواسته از کارگروه گفتمان ملی فراکسیون امید مجلس طرح شده اما در چند ماه اخیر این موضوع جدی تر شد به ویژه هنگامی که برخی اصولگرایان مانند باهنر و ابوترابی پا پیش گذاشته و از تشکیل این گفتمان ها حمایت کردند شکل تازهی به خود گرفت. مازنی در ادامه همین مبحث از پروسه گفتمان های ملی به عنوان محملی در جهت حل بحران های موجود در کشور یاد کرد و آن را جایگاهی برای ارائی کارها در خروج از اوضاع حال حاضر خطاب کرد. مازنی معتقد است در گام اول این گفتگوی ملی شرایط اقتصادی و معیشتی در جامعه را پیگیری می کند و اگر چنانچه این مسائل در جامعه به ثبات برسد در گام بعدی گفتگوهای ملی می تواند به حل اختلافات در بین جریان سیاسی بپردازد در حالی که تضادهای گوناگونی وجود دارد سعی بر این است که آنها را در مسیر وحدت و انسجام ملی در کنار هم با اهدافی مشخص در یک راستا قرار دهند مازنی هم همچنین اضافه کرد از همه جریانات مانند عارف زرقامی و چهره های مختلف از تیف های گوناگون از زن و مرد کنار هم قرار می گیرند. قطار گفتگوی ملی حتی برای جبهه پایداری هم اگر چنانچه خواسته باشند در این جریان حضور داشته باشند جا دارد. ضرورت بحث گفتگوهای ملی در سالهای اخیر به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام مطرح بوده اما به خاطر عدم انعطاف حاکمیت در برابر این تقاضاها همچنان این ابتکارات سیاسی راه به جایی نبرده است به گزارش سی این ها نفر روز دوشنبه در سودان با برگزاری تجمع و تظاهرات هیئت نظامی حاکم در کشورشان را محکوم کرده و تشکیل یک دولت غیر نظامی را خواستار شدند. در تظاهرات اعتراضامیز روز یکشنبه در سودان که با مداخله نیروهای امنیتی و پلیس به خشونت کشیده شد هفت نفر کشته و بیش از 180 نفر زخمی شدند. صبح روز دوشنبه اجساد سه جوان سودانی که هدف گلوله قرار گرفته بودند توسط ساکنان شهر کشف شد. این اتفاق خشم مردم شهر را برانگیخت و منجر به تظاهرات مجدد بر ضد ژنرال های حاکم در سودان شد. معترضان سودانی ضمن سردادن شعارهایی بر ضد هیئت نظامی حاکم در سودان خواستار استعفای نظامیان شدند. به گزارش رویترز بر اساس اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا خرید اوراق آمریکا از سوی عربستان سعودی تا پایان اکتبر 2016 که یک ماه پیش از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکاست تا آوریل امسال از 97 میلیارد دلار به 177 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی بوده که عربستان سعودی در 2016 در حال فروش اوراق قرضه خود بوده است اما از زمان انتخاب ترامپ در نوامبر سال گذشته عمدتا به میزان آن افزوده است بر اساس تازه ترین آمارها سهم عربستان از اوراق قرضه خزانه آمریکا 177 میلیارد دلار است و هیچ کشور خریدار اوراق قرضه ایالات متحده از لحاظ طول زمان در افزایش خرید سهام مانند عربستان نبوده است. با توجه به رشد بدهی های آمریکا که با کاهش مالیاتی ترامپ رشد داشته به نظر می رسد که عربستان سعودی به تأمین مالی یکی از مهمترین متحدان خود می پردازد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که چین به عنوان بزرگترین وام دهنده خارجی به آمریکا ماه می اعلام کرد به تلافی جنگ تجاری با واشنگتن از میزان اوراق قرضه چند تریلیونی خود می کاهد. بازی با آتش واکنش پرزیدنت ترامپ به خبر افزایش سطح قنیسازی اورانیوم توسط رژیم ایران روز گذشته هنگامی که آژانس بینالمللی انرژی هسته اعلام کرد که ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم عبور کرده پرزیدنت ترامپ در پیامی هشدارآمیز گفت که حکومت ایران با آتش بازی می کند او گفت آنها به خوبی معنای این کار را میدانند و به باور من با آتش بازی می کند. آن سوتر مایک پومپو وزیر امور خارجه واکنش تندتری داشت او رژیم ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت رژیم ایران گامهای جدیدی را برای پیشبرد جاه طلبی خود برداشته وزیر امور خارجه امریکا گفت جهان به رژیم ایران اجازه غنیسازی اورانیوم در هیچ سطحی را نخواهد داد کاخ سفید هم با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف غنیسازی اورانیوم از سوی رژیم ایران شده و اعلام کرده امریکا همراه با متحدانش این اجازه را به جمهوری اسلامی نخواهد داد در بیانیه کاخ سفید البته انتقادی هم به شرایط و مفاد برجام شده و گفته شده دادن اجازه قنیسازی به ایران در هر سطحی در توافق نامه هستهی یک اشتباه بود کاخ سفید میگوید سیاست فشار حداکثری بر رژیم ایران را تا توقف اقدامات جاه طلبانه هسته این رژیم ادامه خواهد داد جان بولتون از منتقدان سرسخت رژیم جمهوری اسلامی هم نسبت به افزایش ذخیره قنیسازی اورانیوم واکنش نشان داد از دید آقای بولتون دلیل این امر این است که رهبران ایران تصمیم دارند زمان گریز هسته برای ساخت سلاح هسته ای را کاهش دهند نگرانی از آنچه پیش آمده در میان مقامات و رسانه ها و محافل سیاسی به خوبی دیده می شود در سنای امریکا سناتور باب مندرز از حزب دموکرات به دولت پیشنهاد حداکثر دیپلماسی را به جای حداکثر فشار داده است او میگوید ترام باید به جای ادامه سیاست حداکثری فشار بر ایران با تمام توان تلاش کند تا با ایران وارد مذاکره شود این سناتور دموکرات میگوید با وجودی که شخصا مخالف توافق نامه برجام بودم اما اقدام دولت در خروج یک جانب از آن هم اشتباه بوده است. آقای مندرز میگوید ایران با سرعت در حال رفتن به سمت غنیسازی اورانیوم است و امریکا فاقد یک ائتلاف لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه هم پیشتر گفته بود اگر ایران از مرز اورانیوم غنی شده گذشت پرزیدنت باید آماده باشد تا یک پیام بسیار قوی برای ایران بفرستد اما واکنش ها همچنان به دیدار پرزیدنت ترامپ با رهبر کره شمالی از سوی دموکرات ها ادامه دارد این بار چاک شومر از نمایندگان دموکرات عضو مجلس سنا در واکنش به این دیدار میگوید ورود ترامپ به خاک کره شمالی بدترین روز سیاست خارجی امریکا بود او آقای ترامپ را متهم کرده که شناختی از دموکراسی و قانون ندارد چاک شومر و برخی از همهزبی های او میگویند آنچه که دونالد ترامپ در مواجهه با رهبر کره شمالی انجام داد بیشتر یک شو تلویزیونی برای نمایش بود و این دیدار دستاورد مهمی برای امریکا نخواهد داشت عمده انتقاد دموکرات ها در طی چند روزی که از دیدار رهبران امریکا و کره شمالی میگذرد بر این نکته است که تصمیم رئیس جمهور امریکا برای دیدار با رهبر دیکتاتور کره شمالی تصمیمی در جهت تضعیف موقعیت سیاسی و دیپلماسی امریکا و دادن امتیاز به کره شمالی بوده است.